سرخط خبرها. مهلت دیگر دونالد ترامپ با پاکستان. Pakistan, as I said, our goal is that we know that they can do more. واشنگتن گفته است اسلام آباد باید تا 48 ساعت دیگر به تعهدهایش عمل کند. با درازا کشیدن گفتگوهای جمعیت اسلامی با حکومت. و هر بار رئیس جمهور تاکید کرده که ما در تصمیم خود قاطع هستیم. والی جدید منتظر دستور، اما والی پیشین سرگرم رایزنی. اگر نشد باز اون وقت ما سرتان صدا میکنیم که به نافرمانی های مدنی در عدت های مدنی آمده باشیم. آمده هستیم. پس لرزه های منظوری یک استعفا از بلخ تا قندهار. جنرال رازق ارگ را غافل گیر کرد. خلق وغواړي زه ځم که خلق ونه غواړي هېڅ چا په خوله نه ځم نه د چا زه یو چا په کاغذ راغلی یم نه د چا په کاغذ. بازار پر رونق فروش مواد مخدر در زندان پل چرخی. کیها تحصیل کننده پرتونل میاره نه باشته کی میاره پدر کسی یارو نم جانه مثاله ببینیم تلاشی اساس و ادامه اعتراض ها در ایران. امریکا خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد است. به نام خدا، سلام و شبتان بخیر. به خبر 5+1 خوش آمدید. من درخشان صدیقی هستم. واشنگتن تا 48 ساعت دیگر به پاکستان مهلت داده است که به تعهدهایش عمل کند. اگر به تعهدهایش در زمان تعیین شده عمل نکند، دونالد ترامپ اقدامهای مشخص را روی دست دارد که اعمال خواهد کرد. از سوی هم نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز هشدار به قطع کمک ها داده است. او گفته پاکستان مدت هاست با آمریکا بازی دوگانه می کند. گزارشی می بینیم در رابطه به همین موضوع از محمد غازی رسولی. تنش ها میان واشنگتن و اسلام آباد. آیا روابط میان دو متحد دیرینه در حال قطع شدن است؟ حملات پیهم رسانه‌ای مقام‌های آمریکایی در این شب و روز ظاهراً روایت از جدیت آمریکا در برابر پاکستان دارد. دیروز بحث از هشدار قطع کمک‌ها بود، اما امروز صحبت از مهلت 48 ساعته به پاکستان. رئیس جمهور ترامپ حین اعلام راهبرد نظامیش درباره جنگ افغانستان از پاکستان خواست که فعالیت‌های هراس‌افگنی باید در خاک این کشور متوقف شود. حالا منتظر اقدام پاکستان در این زمینه است. ما از اسلام آباد می‌خواهیم کارهای بیشتری در مبارزه با هراس‌افگنی انجام دهد. در غیر آن تا 48 ساعت آینده اقدامات جدی‌تری در برابر پاکستان روی دست خواهیم گرفت. اما هشدارها اینجا خلاصه نمی شوند. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد هم هشدارهای مشابه دارد. پاکستان برای سالها بازی دوگانه کرده است. هم با ما کار می کند و هم به دهشت افغانان پناه می دهد که برای نظامیان ما در افغانستان حمله می کنند. این بازی برای حکومت کنونی آمریکا قابل قبول نیست. در جنگ بر ضد دهشت افغانی ما انتظار همکاری بسیار زیادی از پاکستان داریم. در نخستین ساعت‌های سال 2018 میلادی دونالد ترامپ در برگه تویترش نوشت که ایالات متحده آمریکا در 15 سال گذشته احمقانه بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده است و مقام‌های پاکستانی سیاستگران آمریکایی را احمق فکر کردند. به تازگی هم پرداخت 255 میلیون دلار کمک‌ها به این کشور تعلیق شد. اما پاکستان هم آرام ننشسته است. پس از این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا، کابینه پاکستان نشست فوری برگزار کرد و قرار است پس از نشست شورای امنیت ملی نخست وزیر این کشور واکنش نشان دهد. هند رقیب دیرینه پاکستان از موضع‌گیری تازه آقای ترامپ استقبال کرده و ریاست جمهوری افغانستان آن را حاصل سیاست‌های فعال خارجی افغانستان خوانده است. اما چین ضمن قدردانی از کارکرد پاکستان در جنگ بر ضد دهشت افغانی گفته است که
جهان نباید قربانی های این کشور را در مبارزه با هراس افغانی نادیده بگیرد. در پی همه واکنش ها حالا باید دید چه گزینه روی میز ترامپ است و پس از 48 ساعت اقدام آمریکا در برابر این نافرمانی های پاکستان چه خواهد بود. در این میان آگاهان انتظار دارند که باید حکومت افغانستان از جدیت آمریکا در برابر پاکستان استفاده بهینه کند. آنان تاکید دارند که فضای موجود حکومت افغانستان را در موقعیت برتر قرار داده تا فشارها بر پاکستان را جدی تر کند. از سوی هم وزارت خارجه افغانستان نسبت به موقف تند ایالات متحده آمریکا در برابر پاکستان خوشبین است. گزارش می‌بینیم از بشیر احمد قاسمی. ظاهرا سال جدید میلادی آغاز خوش برای پاکستان نیست. فشارهای آمریکا بر اسلام آباد با گذشت هر روز بیشتر و گسترده تر می شود، چیزی که فرصت مناسب را برای افغانستان که سالها از راس افغان پروری پاکستان آسیب می بیند. آگاهان می گویند حکومت افغانستان از این فرصت باید استفاده بیشتر کند. موضوع بسیار مهمی است که در داخل افغانستان واقعا می تواند که از این متر یک موقعیت استفاده کنه یا خیر، به نظر شخص خود من نمیتونن که استفاده کنن. مشکل کلان داره میجسته. به خاطر اینکه افغانستان تا حکومت افغانستان خود جمع نیستن. اینا در واقع یک سیاست بسیار مدون ندارن که به طور مثال با کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه چه رقم باید تعامل بکنن. و خصوص با پاکستان. سالهاست افغانستان در برابر کجروی ها و حمایت پاکستان از راس افغانان صدا بلند میکند. اما این صدا کمتر مستندسازی شده است. حالا با باور آگاهان جو موجود در جامعه جهانی ایجاب می کند تا افغانستان ادعاهایش در برابر پاکستان را مستندسازی کند. این بار ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان هم در یک همسویی و در یک همکاری مشترک با ایالات متحده به گونه فشار وارد کنند، مستندسازی کنند که پاکستان مجبور شود به روند صلح افغانستان کمک بکند. در این میان وزارت خارجه افغانستان خوشبین است که فشارهای فزاینده بر پاکستان نتیجه بخش خواهد بود. ما از پالیسی نو ایالات متحده آمریکا استقبال میکنیم. بدون شک آمریکا در منطقه ما تاثیرگذاری کلام دارد و میتونه عملا بر پاکستان تاثیرگذار باشه. آنچه را که حکومت و مردم افغانستان انتظار دارند برداشتن گامهای عملی در برابر عامیان راس افغانان در خاک پاکستان است. هرچند ایالات متحده آمریکا تا کنون گامهای عملی در این زمینه نبرداشته است. اقدامهای بعدی واشنگتن تا چه اندازه میتواند عملی و کارساز باشد؟ والی جدید بلخ میگوید رئیس جمهور غنی در تصمیمش برای معرفی او با عنوان والی بلخ قاطع است، اما میخواهد این کار را از راه مسالمت آمیز انجام دهد. انجینیر داوود تاکید دارد در صورتی که در گفتگوهای جمعیت با ریاست جمهوری فیصله شود که او به عنوان والی بلخ معرفی نشود، این تصمیم را میپذیرد. در همین حال عطا محمد نور هشدار میدهد اگر گفتگوهای جمعیت ورق نتیجه ندهد، نافرمانی های گسترده مدنی و برخی گزینه های دیگر را روی دست دارد. گزارش میبینیم از سجاد محمدی. انجینیر داوود والی جدید بلخ را درست در محل دیدیم که دیروز عطا محمد نور گفت در این منزل افراد ولگرد از سوی شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی به هدف نام ساختن بلخ مسلح می شوند. اما آقای داوود گفته های عطا محمد نور را رد می کند و می گوید شماره از نگهبانان از سوی ریاست محافظت رجال برجسته دولتی برای امنیت او موظف شده اند و او در این محل با مردم بلخ دیدار می کند. می گوید منتظر دستور حکومت مرکزی برای معرفیش به عنوان ولی بلخ است. دیدار ما را با رئیس جمهور پرسیدن. ما هر وقت می بینیم به اینجا نزدیک هستیم. بار ما دیدیم و هر باری رئیس جمهور تاکید کرده که ما در تصمیم خود قاطع هستم. و از ما هر وقتی که پرسیده ما گفتیم ما آماده رفتن هستیم. فقط جز این نزاکت سیاسی که در بین اونا است، رئیس جمهور بسیار آدمی رحمدل، یک آدمی هستند که آرامش مردم میخواین و همیشه برای ما گفتم صبر داشته باشین، ما مسائل بسیار به صورت درست و مسلم و تمامیست می را حل میسازم. آقای داوود میگوید مردم بلخ منتظر معرفیش به حیث ولی هستند. با این هم او آماده است از هر نوع تصمیم حکومت پیروی کند. حتی پذیرش دستور حکومت برای معرفی نکردنش به عنوان ولی بلخ. ما یک ماموری حکومت هستم.
هر امری که حکومت مرکزی بکنه و قابل تعمیل است و احترام میگذارم به امرشان، قابل تعمیل است. و وقتی که اگر فرض مثال اینا در مذاکراتشان فیصله شوه، ما از امر حکومت مرکزی سرکشی نداریم. در همین حال عطا محمد نور ولی پیشین بلخ در ادامه دیدارهای مردمیش بار دیگر میگوید طرفدار تفاهم و به نتیجه رسیدن گفتگوهای جمعیت اسلامی با ارگ است. آقای عطا هشدار می‌دهد در صورتی که این گفتگوها به نتیجه نرسد، نافرمانی‌های گسترده مدنی و حتی برخی گزینه‌های دیگر را روی دست دارد. گفتگو روش منطقی، توان با خرد، ما را حمایت می‌کنیم که رهبری جمعیت جمع متحدین ما بشینند، مشکل حل بکنند. فکر می‌کنم بیروز یک جلسه هم شده. از طریق منطقی قضیه شد خوب. اگر نشد باز اون وقت ما سرتان صدا میکنیم که به نافرمانی های مدنی در عدت های مدنی آمده باشین. آمده هستید؟ اگر بیان نفهمیدم گوش خر بود و چشم کور، باز میشینیم مشوره میکنیم، راهای دیگه و گزینه های دیگه را باز پیش میگیریم. گفتگوهای حزب جمعیت اسلامی و نمایندگان ریاست جمهوری نیز درباره سرنوشت آقای عطا محمد نور از دیروز آغاز شده است. این گفتگوها ظاهراً تا هنوز نتیجه به همراه نداشته است. در این گفتگوها معرفی فرد به خاص جمعیت به عنوان ولی بلخ، معرفی افراد حزب جمعیت اسلامی در وزارت‌های اقتصاد و معارف و دادن دو سفارت به این حزب مطرح بوده است. هرچند منابع در حکومت می‌گویند در روزهای نزدیک انجینیر داوود به حیث ولی بلخ معرفی خواهد شد. سرانجام باید دید که در میان این کش و قوس‌ها توافق میانی که رضایت هر دو طرف را داشته باشد به دست خواهد آمد یا نه. در پای جنجال ها میان عطا محمد نور و ریاست جمهوری، جنرال عبدالرازق فرمانده پلیس قندهار اعلام کرده است که هیچ کس حق برکناری او را ندارد. او میگوید با فرمان کاغذی کسی به این مقام نرسیده است. جنرال رازق مدعی است که برخی افراد در داخل نظام مانند ایران و پاکستان مصروف دامن زدن به اختلافهای قومی و سمتی میان مردم افغانستان هستند. پس از بلخ اکنون صدای نافرمانی کندهار. جنرال عبدالرازق فرمانده پلیس این ولایت در گفتگو با تلویزیون یک میگوید او تنها برای مردم کندهار پاسخگو است، نه به کسی دیگر. فرمانده پلیس کندهار در این گفتگو تاکید میکند بدون تصمیم مردم کندهار هیچ قدرت توان برکناریش را از فرماندهی پلیس ندارد. آقای رازق هشدار میدهد اگر حکومت بخواهد او را از مقامش کنار بزند، خاموش نخواهد نشست. خلق دی و نغواړی دی نس کوي چې بیا پاتس یو دلته ډیر زوره وراله ډیر کوتن اور سره هغه قبرونه وبو ویوړه تایریو ټنګانې پرودو کې په غرو کې ویلی سو نو هغه په درد نه ورته خوري دا خطا دی هر څوک چې دا کار کوي او دوم زه د کندهار خلکو په زور په دوه گشته د دې کار پرېښولو سه په زوره وسلم اوس هم که خلک وغواړي زه ځم، که خلک ونه غواړي چا په خوله نه ځم، نه د چا زه یو چا په کاغذ راغلی یم نه د چا په کاغذ ځم. این نظامیه که بیشتر به یک چهره ضد پاکستانی شهرت دارد میگوید اگر حکومت تمام دار و ندارش را در یک خریطه پلاستیکی در اختیارش بگذارد باز هم از قدرت کنار نمی رود. ماته چې ټول حکومت په یو پلاستیک داسې وپیچې راکیم ما څوک چه پاته کوی نشي، زما د خلکو حق دا پر ما حق دی. نن زه په قدرت کې یم، دا مسؤلیت شرعي، انساني په هر حساب په افغانستان زما په غاړه دی. زه د خپلو خلکو ناره به چې پورته کړم، نو مې څوک چپ کوی سي، نه دې څوک په دې تمه کېږي. در این گفتگوی ویژه آقای رازق حکومت را متهم به ایجاد شگاف میان مردم افغانستان نموده میگوید که برخی حلقات برای اختلافهای قومی، زبانی و سمتی میان مردم افغانستان آستین پر زدند. حکومت خپل د دې سیمې د بدخلافۍ لپاره کار کوي، د ځینې کړې او هغه شی غواړي چې پاکستان او ایران د 40 کال څخه پخته و چې دا وطن دغه پر ژبو، پر سمپو، پر کلیو، پر منطقه تقسیم. از سوی هم این مقام ارشد امنیتی محلی در کندهار در واکنش به ایجاد اختلاف ها میان عطا محمد نور و کابل میگوید آقای نور بخش از حکومت ائتلافی است و کنار زدنش از قدرت کار درست نیست.
ریاست جمهوری اظهار نظر در این مورد را از مسئولیت های وزارت داخله دانسته، اما وزارت داخله از اظهار نظر در این مورد خودداری می کند. این گفته های جنرال رازق در حال بیان می شود که او پیش از این به نقض حقوق بشری به ویژه شکنجه زندانیان متهم شده است، هرچند او این اتهامات را رد کرده و آن را کار سازمان های استخباراتی منطقه ای گفته است. زندان پل چرخی به مرکز خرید و فروش مواد مخدر مبدل شده است. برخی زندانیان میگویند ماموران امنیتی در همکاری با برخی زندانیان به تجارت مواد مخدر میپردازند و به زندانیان مواد مخدر میفروشند. همزمان این زندانیان انتقاد میکنند که تخفیف ها در بدل روابط و پول به زندانیان داده میشود، اما بسیاری ها با آن که زمان حبسشان به پایان رسیده رها نشدند. این زندانیان از حکومت میخواهند با مشکل هایشان رسیدگی کنند. گزارش میبینیم از نرگس خورخش که سر زده به زندان پل چرخی. زندان پل چرخی، از تنبیه افراد تا مرکز فروش مواد مخدر، زندانی که در خود روایت های متفاوت و جالبی را جا داده است. اینجا در این برنامه 145 استفاده کننده مواد مخدر دوره درمانشان را گذراندند. شکر الحمدلله منگا دیر خوشحالی سیل دقی مردار جامعین منگا دی مواد مخدر را جامعین منگا را ویستلو دقی پاک جامعی تا سی شکر الحمدلله منگا خپل پلار و مور تا او خپل اقربا و تا پاک سوتر ورسو. اما اینکه چگونه در زندان معتاد شدن مسئله مهم است. این مرد به جرم قتل 16 سال را باید در زندان بگذراند. پیش از آمدن به زندان معتاد نبود، اما زندان به جای تنبیه و مانی شدن از عملهای ناروا سبب شده تا او معتاد شود. میگوید مواد مخدر را ماموران امنیتی و او و دیگر زندانیان میدهند. هر گرام شیشه تا 1500 افغانی به فروش میرسد. ساقیا عمل اگه میجواست 4 5 تا 6 تا ساقیه تقریبا ساقیه زندانیان یا پلیس زندانیا باز بر از نو کی میاره بلاد میاره کی میاره دولت پرتنال میاره نه واش کی میاره پدر کسی یاره نام جان نه سوال بفهمیم تلاشی اساس سوال بفهمیم باشه هم گری چی نه باشه بفهمیم اورده میزنه یا بذر درشی خو یا بذر بوت خو بفهمیم جاساز میکنه میاره همزمان او تاکید دارد برای چندین بار در فهرست تخفیف ها بوده، اما به دلیل نداشتن روابط هنوز هم در زندان است. پیش برد تخفیف گرفتم تا نگرفتم. گفتم همه زندانی ها حق من بروی تخفیف ها خونم کلن که برو میشه مرتکه میره به یا میره به دایش میره یا میره طالب میشه بروی چی طالب میشه یا تخفیفی نمیرسه یا از یک طریقی بفهمیدیم چی میشه. به داخل زندان هم چیزی حقیقت گفته نمیشه. چی خاطر یک نفر بگه 80 نفر دیگه هست بره به داخل چه خوکری میشه بفهمیدیم. در زندان پل چرخی بیش از 500 استفاده کننده مواد مخدر وجود دارد که یک شمار پیش از زندانی شدن معتاد بودند و شمار زیادی هم در زندان معتاد شدند. چرا رقم شد که احمد ولی زندانی دیگری است که معتاد به مواد مخدر شده. او افسر ارتش بود و به جرم آدم ربایی حالا در زندان پل چرخی به سر می برد. می گوید زندانیان با مشکلات جدی روبروند و با آنکه بسیاری ها زمان حبسشان به پایان رسیده، اما هنوز هم در زندان به سر می برند. این زندانیان از حکومت می خواهند به مشکلاتشان هرچه زودتر رسیدگی کند. تخبیب های ما که کدام همی 7 سال می شد برای ما تخبیب نخورده بودن. باز امیر ما میخوایم که از ما رو تخبیب ما رو معلومات چک کنه. گفتم تخبیب میتم اجرایت نشده. هنوز که تخبیب دادم اجرایت نشده. از بسیاری مردم هستن که میگه وقتش پوره است. دیگه وقتش پوره شده، قیدش پوره است. هفتیده که تا ازیر شفرش بیاید تا دیگهش بیاید دیگه دمی مشکلات ها زیاف هستن. اما در پاسخ به این گفته ها، رئیس زندان پل چرخی میگوید بیشتر مواد مخدر از سوی بستگان زندانیان و به ویژه بانوان وارد زندان می شود. در مویای خود میاره تا جریان داره، اکثر وقت در وجودشان می باشه. این می حالت است که اون پیوازاش برش می گه. اوی کسانی که آورده است پرسنل که یادا می کنه، پرسنل یک چهار پنج نفر بود که یک کار ما می کنه، ما او رو دستگیر کردیم، به سارانوالی تسلیمش کردن، فعلا تحت حبس قرار داره فعلا ما بسیم.
در زندان پلچرخی کابل بیش از 10,000 زندانی وجود دارد که از این میان 6,000 تنشان زندانیان وابسته به گروه های حراس افکنند و یک شمار زیاد دیگر نیز در پیوند به قاچاق مواد مخدر زندانی شدند. کسانی که حالا در زندان های کشور نیز به تجارت مواد مخدر میپردازند. گزارش جالبی بود از نرگس هرخش که با هم دیدیم. جنجال بر سر توزیع شناسنامه‌های برقی همچنان ادامه دارد. امروز در مجلس برخی نماینده ها هیئت اداری را متهم کردند که نمیگذارند این بحث در آژندای نشست های مجلس گنجانیده شود. نماینده ها همچنان خواستار لغو فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس هستند، اما برخی دیگر این را قانونی و برگشت ناپذیر میگویند. اماده رستایی. ظاهراً دامنه جنجال‌های شناسنامه‌های برقی مجلس نمایندگان را رها نمی‌کند. در پی واکنش‌ها در مورد فیصله کمیته مختلط اکنون برخی از اعضای مجلس برای دومین بار با جمع‌آوری امضا خواستار شامل شدن دوباره قانون ثبت احوال نفوذ در آژندای مجلسند. شما مطابق ماده 54 اصول وظایف داخلی این موضوع را برای گیری نگذاشتین، معلوم بشه که شما با کلان مشکل مواجه هستین، زیر فشار حکومت هستین، هنوز بدیکاریایتان ندادین، مجبور هستین که تحمل بکنین و هرگه پشتش نگردین. امروز ما در حالی که تالار جلسه داره بر اساس اصول وظایف داخلی آجندا داریم، چرا دارالانشا تنظیم میکنه که کمیسیون ها امروز جلسه داشته باشند بیرون از تالار با حضور وزیر مالیه تا ما نصاب نداشته باشیم؟ اگر توطئه و دسیسه نیست، اگر کسانی به شکل مافیایی از هیئت اداری گرفته تا دارالانشا اینجا کار نمیکنند. در اینجا برخی قانونگذاران فرمان رئیس جمهور در مورد درج واژه افغان در شناسنامه‌های برقی را نفاق افغانانه می‌دانند و می‌گویند نخواهند گذاشت شناسنامه‌های برقی در خلال قانون اساسی توزیع شود. رئیس محترم جمهوری افغانستان نفاق قومی را در افغانستان دامن می‌زند. قانون نافذه‌ای که خودش امضا کرده، توجیه کرده، با انگیزه سیاسی به خاطر پوشاندن ناکارآمدهای و شکست‌های پی در پی خود در عرصه ملی و بین المللی میاره، زمینه نفاق بین مردم افغانستان ایجاد میکنه. اما برخی دیگر از اعضای مجلس تصمیم کمیته مختلط برای درج واژه افغان در شناسنامه‌های برقی را قانونی میدانند و مخالف شامل شدن فرمان رئیس جمهور در آجندای مجلسند. قانون تصویب شوی ده، توشی شوی ده، هر هغه چوک چه غواری چه پا قانون که تعدیل راولی، رئیس صاحب دی خبری تا غوک شی، کسی که می خواهی که در قانون تعدیل بیاره، رای تعدیل واضح است، قوانین آن را نشان داده است. این که امضاها جمع میشه که نمی فهمم دیروز در کمیتی رو اساس رزی بحث بود، ای کارهای مافیایی در ولسی جرگ افغانستان نمی چلن. رئیس صاحب مرستا خهیل کولا کڅنګه چې قانونی برخورد سوی د دې مسلې سره د غسی قانونی وسه تر پای مجد تر شا ولاړو چې د فشارو د زور واقعي تسر کړه نه کې مجد تر شایو. رئیس مجلس نمایندگان اما نبود نصاب لازم را از علتهای اصلی می داند که در روزهای پسین آنها نتوانستند این موضوع را در آجنده شامل سازند. برادران، ما در داخل کمیته رؤسا ای را برای گذاشتیم، متاسفانه رای نورد. حال کاغذ دیگه مجددن از طرف شما اعضا به اساس ماده 54 اصول وظایف داخلی استجالیت پیشنهاد کردین، هر زمانی که نصاب داشته باشین ما ای را برای میگذاریم که به بس گرفته شود یا نه. فعلا ما نصاب نداریم. ظاهرا تنش ها برای ذکر واژه افغان در شناسنامه های برقی پایان ندارد و این موضوع سال هاست که یکی از پروسه های ملی را به گروگان گرفته است. هرچند قرار بود در روزهای پسین توزیع شناسنامه های برقی از سوی رهبران حکومت آغاز شود، اما ریاست اجرایی روز گذشته گفت تا زمانی که موضوعات قومی در شناسنامه های برقی حل نشود شناسنامه توزیع نخواهد شد. سرویس خبری 5:30 هم در همینجا با پایان رسید. سپاس که با یک همراه بودید. بقیه شبتان خوش.